نام خداوند بخشنده و مهربان، فرشید کرمی هستم با دوره آموزش مقدماتی ریاکت نیتیو از مجموعه آموزشی فرادرس در خدمت شما هستم. تو این دوره میخوایم با هم ریاکت نیتیو رو یاد بگیریم. ریاکت نیتیو چی هست؟ ریاکت نیتیو یک فریمورک از زبان جاوا اسکریپت. زبان جاوا اسکریپت یک زبان بی نهایت ساده و محبوب که از حدود سال 1995 ارائه شد و تا سال 2010 کاربردش محدود بر روی مرورگرها بود. اینکه میگم محدود بر روی مرورگرها یعنی چی؟ ما میتونیم با هم یک مثال ببینیم. کافیه به سایت فرادرس مراجعه کنید. این قسمت وضعیت پشتیبان. ما وقتی روی این کلیک میکنیم این فرم برامون باز میشه. وقتی اینو میبندیم این فرم برامون بسته میشه. همین کار و بقیه کارهایی که بر روی قالب وبسایت انجام میشه با استفاده از زبان جاوا اسکریپت کنترل میشه. یعنی ما با زبان جاوا اسکریپت بیان مینویسیم که وقتی روی این کلیک شد این فرم باز شه، وقتی روی این کلیک شد این فرم بسته بشه. کاربرد جاوا اسکریپت تا مدت‌ها فقط محدود بر روی همین بود، یعنی فقط بر روی قسمت فرانت اند وبسایت ها، قسمت قالب وبسایت ها. دلیل اصلی که این حالت وجود داشت سادگی بیش از حد زبان جاوا اسکریپت بود. زبان جاوا اسکریپت یه سادگی بیش از حد داشت که باعث شد توسعه و پیشرفتش خیلی کند انجام بشه. تا وقتی که سال حدودای 2012 تا 2015 نسخه جدیدی از جاوا اسکریپت به اسم اکمال اسکریپت 6 اومد. اکمال اسکریپت 6 یه قابلیتایی که به زبان جاوا اسکریپت اضافه میکرد قابلیت شیگرایی و مباحث پیشرفته بود. همین باعث شد که زبان جاوا اسکریپت خیلی توسعه پیدا کنه، به طوری که الان در بازی سازی، در طراحی قالب، در طراحی بک اند وبسایت ها، در طراحی سرورها و طراحی اپلیکیشن های موبایل، تو همه زمینه ها فریم ورک هایی از جاوا اسکریپت رو داریم. یکی از این فریم ورک ها فریم ورک ریاکت نیتیو که برای ساخت اپلیکیشن های موبایل اندروید و آی او اس استفاده میشه. حالا ما چرا باید ریاکت نیتیو رو یاد بگیریم؟ اولین نکته‌ای که باید بهش دقت کنیم قدرت بالایی که این فریم ورک داره. منظور از قدرت بالا چی است؟ منظور اینه که این زبان یک زبان بی‌نهایت ساده است. زبان جاوا اسکریپت یک زبان بی‌نهایت ساده است. ما با یک زبان بی‌نهایت ساده خیلی راحت میتونیم طراحی انجام بدیم تا اینکه یک زبان پیشرفته رو انتخاب کنیم. این سادگی زبان در کنار مباحث پیشرفته‌ای که بهش اضافه شده باعث شده که یک قدرت خیلی بالا بگیره، چون حجم خیلی کمی هم داره. اصلا یکی از دلایلی که جاوا اسکریپت بر روی مرورگرها استفاده میشد همین حجم کمشون بود. به دلیل این حجم کم باعث میشد سایتمون خیلی سنگین نشه و بتونیم از جاوا اسکریپت استفاده کنیم. خب دلیل دیگه که برای ریاکت نیتیو رو یاد بگیریم حقوق بالای برنامه‌نویسی ریاکت نیتیو. دلیلش هم مشخصه چرا برنامه‌نویسی ریاکت نیتیو حقوق بالایی داره. فرض کنید شما یک شرکت دارین، میخواین یک اپلیکیشن طراحی کنین. این اپلیکیشنتون هم باید خروجی اندروید داشته باشه، هم خروجی آی او اس. خب یه کاری که میتونین انجام بدین اینه که بیاین یک برنامه‌نویس جاوا کار استخدام کنین، کسی که به زبان جاوا مسلط باشه و این شخص برنامه اندرویدتون رو طراحی کنه، و یک شخص که به برنامه‌نویسی سویفت مسلط هست رو استخدام کنین، این شخص برنامه آی او اس تون رو طراحی کنه، و یک شخصی هم باید بر روی اینها نظارت داشته باشه که برنامه‌ای که طراحی می‌کنن شبیه هم باشه. پس احتیاج این 3 نفر رو استخدام کنین یا 2 نفر رو استخدام کنین و خودتون همیشه نظارت داشته باشین بر روی این کار. خب ولی حالا چرا این کار رو انجام بدین؟ میان یک برنامه‌نویس ریاکت نیتیو استخدام می‌کنین، کسی که به زبان جاوا اسکریپت و فریم ورک ریاکت نیتیو مسلطه. این شخص میتونه یک کد بنویسه، میتونه یک برنامه طراحی کنه و 2 خروجی اندروید و آی او اس کاملا مشابه بگیره. دیگه احتیاجی نیست هماهنگی بین 2 تا برنامه رو انجام بدین، دیگه احتیاجی نیست 2 تا شخص استخدام کنین، یک شخص استخدام می‌کنین. خب همین دلیل مشخصه که اون برنامه‌نویس ریاکت نیتیو باید حقوق بیشتری بگیره. دلیل دیگه که برای ریاکت نیتیو یاد بگیریم تولید خروجی نیتیو اندروید و آی او اس. منظور از خروجی نیتیو چی هست؟ فرض کنید یک سیستم عامل داریم، به عنوان مثال سیستم عامل اندروید رو در نظر بگیریم. سیستم عامل اندروید به زبان جاوا نوشته شده. خب ما اگه یک برنامه با زبان جاوا برای سیستم عامل اندروید بنویسیم، این برنامه رو نیتیو این سیستم عامل اسکوزاری می‌کنند. یعنی این برنامه به زبان نیتیو نوشته شده، یعنی به زبان همون سیستم عامل نوشته شده. همونطور که مشخصه یک برنامه نیتیو قطعاً از نظر مصرف سی پی یو، مصرف رم و سرعت و سایر عملکردهای یک برنامه حالت بهینه‌تر و بهتری خواهد داشت، چون با زبان سیستم عامل نوشته شده. ریاکت نیتیو همونطور که از اسمش مشخصه خروجی‌های نیتیو بهمون میده، که بعد که با ساختار پروژه آشنا شدیم می‌بینیم که منظورمون از خروجی نیتیو چی هست. خب دلیل دیگه ای که ما رو مجاب می‌کنه که ریاکت نیتیو رو یاد بگیریم اینه که بدونیم که برنامه‌های محبوبی مثل اینستاگرام با این فریم ورک نوشته شدن. پیش نیازهایی که این دوره خواهد داشت، اولین پیش نیازی که مهم هست آشنایی مقدماتی با برنامه نویسیه. قطعا همه کسایی که با ریاکت نیتیو
میخوان کار کنن با ریاکت نیتیو آشنا شدن، یک آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی دارن از قبل، یا تو دانشگاه درسشو پاس کردن یا خودشون یک آشنایی مقدماتی دارن. منظور از آشنایی مقدماتی توابع، شرط ها و متغیرها و همین مباحث خیلی ساده است. خب پیش نیاز دیگه ای که خیلی میتونه به درک مفاهیم کمک کنه آشنایی با جاوا اسکریپت، سی اس اس و اچ تی ام ال. همونطور که گفتیم فریم ورک ریاکت نیتیو بر مبنای جاوا اسکریپت نوشته شده، به خاطر همین آشنایی با جاوا اسکریپت نیاز هست برای اینکه ما بتونیم با ریاکت نیتیو کد بنویسیم. خب اچ تی ام ال و سی اس اس چرا نیاز هست؟ ما طراحی قالب در برنامه نویسی ریاکت نیتیو بر مبنای تگ‌ها و استایل هاست، دقیقا بر مبنای همون HTML و CSS. HTML و CSS هم از تگ و استایل استفاده میکنه، برای هر المان روی صفحه یک تگ و برای اینکه ظاهرش رو تغییر بدین از استایل استفاده میکنین تو HTML و CSS. بعد دقیقا در برنامه نویسی ریاکت نیتیو هم اینطوریه، برای هر المان یک تگ و برای ظاهرش از استایل ها استفاده میکنیم. بخاطر این کسی که با HTML و CSS آشنایی داشته باشه اینها رو کاملا درک میکنه. دوره های آموزش جاوا اسکریپت و دوره آموزش HTML و CSS هم در مجموعه آموزشی فرادرس موجود هست، میتونین تهیه کنین و ببینین که به درک بیشتر این دوره کمکتون کنه. ابزارهایی که مورد نیاز است، اولین ابزاری که مورد نیاز است دسترسی به اینترنته. حتما باید به اینترنت دسترسی داشته باشیم. چرا باید به اینترنت دسترسی داشته باشیم؟ چون ما میخوایم در طی دوره از پکیج منیجرها استفاده کنیم برای نصب برنامه‌مون. پکیج منیجرها چی هستن؟ پکیج منیجر مجموعی از کدها گفته میشه که ما یک کد می‌نویسیم و یک فایل رو برامون دانلود میکنه. یعنی ما مثلا میخوایم یک پروژه بسازیم، میخوایم یک کتابخونه دانلود کنیم، نمیایم بریم دستی اون کتابخونه رو دانلود کنیم، یک کد می‌نویسیم کتابخونه رو برامون دانلود میکنه. این پکیج منیجره که پکیج منیجر رو هم معرفی میکنیم و این به اینترنت نیاز داره. ابزارهای دیگه که هستن اندروید استودیو، نود جی اس، جی دی کا که اینها رو کاملا با هم راه اندازی می‌کنیم. ویژوال استودیو کد رو می‌خوایم به عنوان ویرایشگر متنی برای کد نویسیمون ازش استفاده می‌کنیم. اگر سیستم عاملتون سیستم عامل مک هست و می‌خواید خروجی آی او اس هم بگیرین، ایکس کد هم مورد نیاز داره. اندروید استودیو برای خروجی اندروید و ایکس کد برای خروجی آی او اس مورد نیاز هست. جنی موشن هم یک شبیه‌ساز اندرویده که ما ازش برای شبیه سازی برنامه‌ای که تولید می‌کنیم استفاده می‌کنیم. می‌تونیم از شبیه ساز اندروید استودیو هم استفاده کنیم. ولی شبیه ساز جنی موشن نسبت شبیه ساز اندروید استودیو هم مصرف رم کمتری داره و هم سرعت بهتری داره. به خاطر همین من جنی موشن رو بر شبیه ساز پیش‌فرض داخل اندروید استودیو ترجیح میدم. در مورد آینده ریاکت نیتیو اگه بخوایم صحبت کنیم، میانگین حقوق بالایی که این برنامه نویستا در ایران خواهند داشت و همین الان هم دارن، همین الان شما میتونید با یک سرچ ساده داخل اینترنت آگهی های استخدام مربوط ریاکت نیتیو داخل ایران رو مشاهده کنید، ببینید که حقوقشون چقدر بالاست. و حالت بعدی که هست میانگین حقوق بالای 100 هزار دلار سالانه در کشورهای توسعه یافته. ما وقتی بریم یک کشور توسعه یافته وبسایت های کاریابیشون رو مشاهده کنیم، میتونیم نتایج جالبی به دست بیاریم. اگر بر روی یک زبان خاص، بر روی یک فریمورک خاص شرکت‌ها داشتن حقوق نسبتاً بالایی رو به کارمندهاشون میدادن، یعنی تو آگهی‌های استخدامشون حقوق‌های بالایی رو در نظر گرفته بودن، شک نکنین اون زبان، اون فریمورک در حال توسعه است. چون کشور توسعه یافته داره روش سرمایه گذاری میکنه و این توسعه پیدا کردن اون فریمورک و زبان باعث میشه که وارد کشور ما هم بشه. پس این میتونه خیلی کمک کنه. من الان یه وبسایت کاریابی آماده کردم، وبسایت کاریابی مربوط به کشور کانادا که اینجا قسمت مربوط به ریاکت نیتیوش رو مشاهده کنین، میانگین حقوق سالانه شون 178 هزار دلار سالانه برآورد کرده که میانگین حقوق خیلی بالایی در این کشور محسوب میشه. میتونین ببینین همه آگهی‌های استخدامی که داخل این وبسایت برای ریاکت نیتیو قرار داده شده. خب بالاترین حقوقش هم 250 هزار دلار سالانه بوده. همین حقوق بالا در یک کشور توسعه یافته میگم که نشون میده که این کشور توسعه یافته دارن روی این فریمورک سرمایه گذاری میکنن. به خاطر همین خیلی بیشتر توسعه پیدا میکنه و خیلی بیشتر هم تو کشور خود ما هم ازش استفاده خواهد شد. نکته دیگه که باید در نظر بگیریم توسعه سریعی که این فریمورک داره. این فریمورک در 3 و 4 سال گذشته، یعنی از وقتی که ارائه شد به صورت رسمی تا الان، بیش از 56 نسخه از این فریمورک به عنوان خروجی ارائه داده شده و هر نسخه از اینها حداقل 100 آپدیت داشته، یعنی بیش از 150 نسخه از ریاکت نیتیو در طی 3 سال ارائه شده. همین نشون میده که این فریمورک چقدر داره توسعه پیدا میکنه، چقدر سریع داره پیشرفت میکنه.
نکته دیگه هم که باید بهش دقت کنیم، بازنویسی برنامه های محبوب با ریاکت نیتیو. یک برنامه مثل این اینستاگرام وقتی که تولید شده، وقتی که ساخته شده، با ریاکت نیتیو نوشته نشده، ولی وقتی ریاکت نیتیو ارائه شد، اینستاگرام برنامهش با ریاکت نیتیو بازنویسی شد. اگه دقت کرده باشین تو یکی دو سال گذشته اینستاگرام خیلی توسعه بیشتری پیدا کرده، خیلی آیتم های بیشتری بهش اضافه شده. به عنوان مثال ما میتونیم چند تا عکس بذاریم، ما میتونیم کامنت لایک کنیم، میتونیم استوری بذاریم، میتونیم لایو استوری بذاریم و خیلی چیزهای دیگه که به اینستاگرام اضافه شده و خودتون باهاش آشنا هستین. اینها دقیقا از وقتی اضافه شدن که اینستاگرام با ریاکت نیتیو بازنویسی شد. اون ریاکت نیتیو از جاوا اسکریپت استفاده میکنه. جاوا اسکریپت بی نهایت زبان ساده ایه و با یک زبان ساده میتونیم راحت یک برنامه پیشرفته رو توسعه بدیم. بخاطر همین خیلی از برنامه‌های محبوب دارن برنامه‌شون رو با ریاکت نیتیو بازنویسی میکنن و همین نشون میده که ریاکت نیتیو چقدر میتونه آینده قدرتمندی داشته باشه. خب حالا ببینیم یه مقایسه مختصری از ریاکت نیتیو با زبانهای نیتیو داشته باشیم. من تو این قسمت دو تا اسلاید آماده کردم مربوط به همین مقایسه، مقایسه ریاکت نیتیو با سویفت. اومدیم یک برنامه طراحی کردیم، این برنامه رو یک بار با سویفت طراحی شده، یک بار با ریاکت نیتیو طراحی شده. این برنامه بر روی گوشی آیفون تست شده و مصرف رم و سی پی یو رو در صفحات مختلف برنامه بررسی کردن. خب میبینیم که در حالت مصرف رم در دو صفحه ریاکت نیتیو عملکرد بهتری داشته، در دو صفحه سویفت عملکرد بهتری داشته، با این تفاوت که صفحه‌ای که مربوط به نقش است ریاکت نیتیو به مراتب عملکرد بهتری نسبت به سویفت داشته، ولی تو بقیه موارد عملکردشون تقریبا مشابه هم. این دقیقاً به خاطر همون نکته‌ایه که بیان کردم، اینکه ریاکت نیتیو یک خروجی نیتیو بهمون میده، یعنی خروجی کاملا مشابه زبان سیستم عامله. می‌بینیم که در مصرف رم حتی میشه گفت ریاکت نیتیو عملکرد بهتری در مجموع داشته. در مصرف سی پی یو همونطور که مشاهده میکنید در دو آیتم ریاکت نیتیو عملکرد بهتری داشته، در دو آیتم سویفت عملکرد بهتری داشته. خب و عملکردشون تقریبا مشابه هم دیگه است، یعنی هیچ کدوم برتری محسوسی نسبت به اون یکی نداشته. این قدرتیه که ریاکت نیتیو نسبت به خیلی چیزایی که مشابه ریاکت نیتیو هست داره. یه چیزی مثلا مثل زامارین، زامارین هم کاری که انجام میده همینه، یعنی یک برنامه می‌نویسن به زبان سی شارپ و خروجی اندروید و آی او اس رو می‌گیرن. ولی تفاوتی که داره اینه که ریاکت نیتیو یک خروجی نیتیو بهمون میده، در حالی که زامارین یک خروجی نیتیو بهمون نمیده. میتونید تو اینترنت سرچ کنین مقایسه ریاکت نیتیو با سویفت، مقایسه ریاکت نیتیو با اندروید، میبینیم که ریاکت نیتیو عملکرد کاملا مشابهی داره، در حالی که اگه مقایسه زامارین با اندروید رو ببینید، میبینید که زامارین چقدر سرعت کمتری داره نسبت به اندروید، نسبت به برنامه اندرویدی که با جاوا نوشته شده باشه. میبینیم که اون زامارین چقدر مصرف سی پی یو بیشتری نسبت به اون حالت سویفت داره. اینها رو کاملا میتونید تو اینترنت ببینین و مشاهده. خب حالا مباحثی که در این دوره گفته میشه، ما یه مروری بر جاوا اسکریپت داریم، یه مروری بر اکما اسکریپت 6 داریم، بعدش نصب و راه اندازی ریاکت نیتیو در ویندوز رو میگیم، نصب و راه اندازی در سیستم عامل مک رو هم میگیم. اولین پروژه‌مون رو می‌سازیم، با ساختار پروژه کامل آشنا میشیم، با فایل‌هایی که پروژه داره آشنا میشیم، کاربرد هر کدوم از فایل‌ها رو می‌فهمیم، بعد میریم سراغ کامپوننت‌ها، استایل‌هایی و طراحی قالب برنامه، اینکه کامپوننت‌ها چی هستن، چه کاربردی دارن، چجوری میشه به المان‌های داخل صفحه استایل‌هایی کرد، چجوری میشه قالب برنامه رو طراحی کرد، حالت‌های استاندارد طراحی رو با هم معرفی می‌کنیم، با نیتیو ویس آشنا میشیم. نیتیو ویس یک کتابخونه از ریاکت نیتیو که میشه باهاش یه قالب خیلی زیبا برای برنامه ساخت، یعنی از یک مجموعه کامپوننت ساخته شده که هر کدومشون یک المان زیبا میتونن به صفحه اضافه کنن، که با این به صورت کامل آشنا میشیم. با پراپ ها، استیت ها و کاربردشون آشنا میشیم، اینکه پراپ ها چی هستن، استیت ها چی هستن، کجا باید ازشون استفاده کرد، چه جایی از برنامه مورد نیاز هستن و سایر مواردی که مربوط به پراپ و استیت ها باشن رو با هم کار میکنیم. با مسیریابی و جابجایی بین صفحات آشنا میشیم، منظور اینه که ما مثلا توی یه صفحه یه دکمه بزنیم، روی این دکمه که کلیک شد بریم به یه صفحه بعد. با این حالت آشنا میشیم که اصطلاحا نویگیت کردن بین صفحات گفته میشه. و در ته آخر دوره هم یک پروژه صفحه ورود با هم میسازیم، یک پروژه صفحه ورود کاملا پیشرفته، نه یک پروژه ساده، یک پروژه‌ای که کاملا تو پروژه عملی میتونه ازش استفاده بشه. و همین پروژه یک دوره‌ای بر مباحثی که در این دوره گفته میشه خواهد داشت.
میخوایم با CMD و PowerShell آشنا بشیم. دو محیط کد نویسی داخل سیستم عامل ویندوز، دو محیطی که میشه باهاش هر کاری رو انجام داد و همه کارهای داخل ویندوز رو میشه تو این دو تا محیط به صورت کد نویسی انجام داد. برای اینکه CMD رو اجرا کنین کافی اینجا تو قسمت سرچ کنین CMD. اینجا قسمت CMD رو برامون اجرا میکنه. اگه خواستین PowerShell رو اجرا کنین کافی سرچ کنین PowerShell ویندوز PowerShell رو اجرا کنین. خب اینم میبینیم که یه همچین حالتی داره. دو محیط کد نویسی ویندوز، تو این دوتا محیط همه کارهای داخل ویندوز رو میشه انجام داد. ما میخوایم یک فایل رو کپی کنیم، میتونیم به جای اینکه بریم اونجا به صورت گرافیکی کپی کردن رو انجام بدیم، اینجا با استفاده از دستور کپی این کار رو انجام بدیم. میتونیم بین فایل ها جابجا بشیم، یک فایل جدید بسازیم، یک فایل رو ذخیره کنیم، یک فایل رو ادیت کنیم. همه کارهایی که داخل ویندوز به صورت گرافیکی قابل انجام هست، داخل محیط کدنویسی CMD و PowerShell به صورت کدنویسی قابل انجامه. همین حالت کدنویسی یه قدرت بیشتری رو تو این کار بهمون میده. ما با این محیط ها کار خواهیم کرد در این پروژه، چون بهشون نیاز داریم، یعنی برای ساخت پروژه و اینها از همین استفاده میکنیم. CMD یک محیطیه که از ویندوز های خیلی قدیمی و همراه ویندوز بود، ولی PowerShell یک محیطیه که جدیداً به ویندوز اضافه شده. ما هم از محیط PowerShell استفاده میکنیم، چون دیگه الان اکثرا از سیستم عامل های جدید استفاده میکنن، دیگه کسی از مثلا سیستم عامل XP استفاده نمیکنه. تو سیستم عامل XP PowerShell اصلا وجود نداره، بعد از CMD استفاده کرد. ولی چون دیگه این PowerShell قدرتی بیشتری بهمون میده، کدهای بیشتری بهمون میده و سرعت بیشتری داره، ما از همین ویندوز PowerShell استفاده میکنیم. CMD رو میبندیم. این ویندوز PowerShell مشابهش داخل بقیه سیستم عامل ها موجود است. سیستم عامل مک یک چیزی به اسم ترمینال داره که دقیقاً همین کار PowerShell رو انجام میده. سیستم عامل لینوکس هم دقیقاً ترمینال داره که همین کار رو انجام میده. حالا ما میریم فونت این رو بزرگتر میکنیم، بیایم قسمت پراپرتیز، قسمت فونت. فونت رو بزرگتر میکنیم که کدهایی که مینویسیم خواناتر مشاهده بشن. خب کدهایی که اینجا مورد نیازمون هست، دو تا کد رو ما احتیاج داریم در حین پروژه فعلا بعد معرفی کنیم چون ازشون استفاده میکنیم. یک کد هست ls. ls میاد لیست فایل هایی که داخل اون فولدر هست رو بهمون نشون میده. الان داخل این فولدر سی یوزر فرشید 0594 این پوشه ها موجود هست. خب این پوشه های سرچ، ویندوز، دانلود، داکیومنت، دسکتاپ و همه این فایل ها موجود هست. خب حالا ما بخوایم جابجا شیم بریم داخل یک فولدر دیگه، کافی از cd استفاده کنیم. cd کاری که برامون انجام میده بین پوشه های مختلف جابجا میکنیم. خب مثلا می نویسیم cd دسکتاپ، ما حرف اول یک پوشه رو بزنیم کافی کلید تب رو فشار بدیم خودش کامل میکنه. خب الان فقط یک فولدر وجود داشت که اولش با de شروع میشد، بخاطر همین خودش این رو کامل کرد. حالا اینتر رو که بزنیم وارد پوشه دسکتاپ شدیم. خب حالا ls رو بزنیم فایل های داخل دسکتاپ رو بهمون نشون میده. حالا میتونیم مثلا cd کنیم به پوشه ای به اسم فرادرس، اینجا cd کنیم و این پوشه رو برامون باز میکنه و میتونیم با ls فایل هایی که داخل این پوشه قرار دارن رو کاملا مشاهده کنیم. ما از این محیط PowerShell استفاده میکنیم برای راه اندازی پروژمون، برای ساخت پروژمون. دستورات زیادی داخل PowerShell موجود هست. همه کارهای داخل ویندوز یک دستور مشابه داخل PowerShell دارن که باید از اون دستور اون کار رو انجام بدیم. ولی خب ما آموزشمون آموزش PowerShell نیست. ما فقط از همین دوتا کد استفاده میکنیم، CD، LS و کدهای دیگر رو در حین پروژه معرفی میکنیم. خب حالا ما وارد این پوشه شدیم، پوشه فرادرس، درسته؟ یه راه دیگه این که وارد این پوشه بشیم اینه که بریم وارد اون دسکتاپ بشیم، یعنی اینجا وارد دسکتاپ بشیم، وارد پوشه مد نظرمون بشیم. خب کلید شیفت رو نگه داریم و کلیک راست رو فشار بدیم، میبینیم یک گزینه به اینجا اضافه شد، Open PowerShell Window Here. در حالت عادی کلیک راست میزنیم این گزینه وجود نداره. اگه کلید و شیفت رو همراه کلیک راست نگه داریم این حالت رو میبینیم و این رو که باز کنیم میبینیم که داخل پوشه فرادرس این باز شده. ما این رو نیاز داریم. ما وقتی میخوایم پروژمون رو ران کنیم، پروژمون رو اجرا کنیم، باید وارد پوشه پروژه بشیم و PowerShell رو باز کنیم و یک کد بنویسیم که پروژمون ران شه. بخاطر همین باید با این محیط آشنا باشیم. میگم مشابه همین محیط به اسم ترمینال داخل سیستم عامل مک موجود هست که وقتی که راه اندازی ریاکت نیتیو در سیستم عامل مک رو گفتیم، این کار رو هم اونجا انجام میدیم، یعنی محیط ترمینال اونجا رو هم با هم خواهیم دید. این هم یه محیطیه که کاملا ازش استفاده میشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، تو این فصل میخوایم ابزارهای مورد نیاز برای ریاکت نیتیو برای کار و روی سیستم عامل ویندوز رو با هم نصب کنیم. اولین ابزاری که تو این جلسه میخوایم نصب کنیم ابزار JDK است، جاوا دیولپمنت کیت، ابزاری که برای ران کردن برنامه‌های جاوا بر روی سیستم عامل ویندوز مورد نیاز است. ما تو جلسه فصل اول این نکته رو بیان کردیم که ریاکت نیتیو یک برنامه نیتیو بهمون میده، یک خروجی نیتیو، یعنی برنامه اندرویدی که بهمون میده ساختارش همون ساختار برنامه اندروید جاوا است. به خاطر همین برنامه اندروید رو اگه خواستیم ران کنیم باید ابزاری که برای ران کردن جاوا مورد نیاز هست رو داشته باشیم. پس اولین کاری که انجام میدیم باید ابزار JDK رو نصب کنیم. برای دانلود JDK کافیه به سایت اوراکل برین، کافیه توی گوگل سرچ کنید دانلود JDK و داخل سایت اوراکل میتونید به صورت رایگان JDK رو دانلود کنید. اینجا رو قسمت دانلود JDK میتونید کلیک کنید و JDK رو دانلود کنید. بعد که دانلود کردین یک فایل ستاب بهتون داده، میتونید ستاب رو اجرا کنین، روی اس کلیک کنین که شروع کنه به نصب JDK. این ابزار رو حتما دقت داشته باشین، اگه این ابزار نصب نباشه ما نمیتونیم برنامه اندرویدمون رو ران کنیم، اصلا نمیتونیم شبیه سازهای اندرویدمون رو راه اندازی کنیم. روی نکست کلیک میکنیم، اینجا محل نصب برنامه رو میتونیم مشخص کنیم. محل نصب برنامه برامون مهمه، پس حتما این رو به یاد داشته باشین چون شما بعد از این محل نصب اون استفاده کنیم. روی نکست کلیک کنیم، خب شروع میکنه به نصب JDK. JDK نسخه 8 یک نسخه استیبل از JDK است. بهتون توصیه میکنم که اینو نصب کنین چون JDK های نسخه جدیدتر شاید یه سری باگ‌ها داشته باشن که هنوز برطرف نشده. این نسخه رو به عنوان نسخه استیبل ارائه دادی، یعنی نسخه‌ای که خیلی روش کار شده و اکثر باگ‌هاش برطرف شده. خب در حین این نصب باید ما JSC رو هم نصب کنیم. رو نکس کلیک کنیم، خودش شروع میکنه به نصب. این رو همراه فایلی که دانلود کردیم موجود هست و میتونیم نصب رو کامل انجام بدیم. کسایی که با سیستم عامل مک کار میکنن هم دقت داشته باشن، حتما اونا هم JDK رو نصب کنن، یعنی JDK مخصوص سیستم عامل مک رو دانلود کنن و نصب کنن، چون اونجا هم باز برای اینکه روی سیستم عامل اندروید مجازیمون برنامه رو اجرا کنیم بازم احتیاج به JDK داریم. خب JDK به این سادگی نصب میشه، حالا ما دیگه کاری به اون JDK نداریم، یعنی نصبش کامل انجام شده. حالا برای اینکه ویندوزمون بدونه که وقتی میخواد یه فایل جاوا رو کامپایل کنه از کجا استفاده کنه، بعد ما این فایل JDK که نصب تیم رو به ویندوز معرفی کنیم. خب کافیه تو قسمت سرچ انوایرمنت رو سرچ کنین، خب سیستم انوایرمنت وریبل. ما اینجا باید یه چیزی رو تنظیم کنیم، اونم محل نصب JDK. این تنظیم کردن کاری که برامون انجام میده اینه که تو هر جای سیستم عاملمون وقتی یک فایل جاوا قرار بود کامپایل بشه، سیستم عاملمون میاد این متغیرهایی که اینجا وجود دارن رو داخل انوایرمنت وریبل میاد اینجا میگرده ببینه چه متغیرهایی وجود دارن. این متغیرها همون برنامه‌هایی هستن که برای کامپایل کردن پروژه‌های مختلفمون استفاده میشه. پس ما باید بیایم اینجا جاوا رو معرفی کنیم که اگه یه جایی از برنامه‌مون خواست یه فایل جاوا رو کامپایل کنه، بیاد از اینجا استفاده کنه. میتونید تو این قسمت بالا این کار رو انجام بدید، یعنی تو این قسمت پایین، فرقی نمیکنه. رو نیو میتونید کلیک کنین، یک متغیر بسازین، یک اسم دلخواه قرار بدین، میتونید مثلا جاوا هوم اسمش رو قرار بدین. و تو اینجا باید محل نصب JDK رو بهش معرفی کنید، یعنی جایی که JDK رو نصب کردین. خب میریم به محل جایی که JDK رو نصب کردیم، آدرسش رو کپی میکنیم و اینجا آدرس رو پیست میکنیم، روی اوکی کلیک میکنیم. اینجا روی اوکی کلیک میکنیم و متغیر JDK مون به برنامه معرفی شده. اینجا دیگه روی اوکی که کلیک کنیم دیگه سیستم عامل ویندوزمون JDK رو میشناسه. همین کار رو باید برای سیستم عامل مک هم انجام بدیم. حالا ما اگه پاورشل رو باز کنیم و اینجا بنویسیم جاوا -v یعنی -version، خب اینجا ورژن JDK رو بهمون نشون میده. اگه این ورژن رو نشون داد یعنی JDK به درستی نصب شده و متغیرش هم به درستی ست شده. ولی اگر این اتفاق نیفتاد یعنی JDK رو درست ست نکردین، یعنی وریبلش رو درست ست نکردین. اینو حتما دقت داشته باشین. وقتی که JDK رو نصب کردین چه داخل سیستم عامل مک چه داخل سیستم عامل ویندوز این کار رو انجام بدین. داخل سیستم عامل مک این متغیر خودش هم به صورت پیش‌فرض مقدارده‌ای میشه، ولی بهتره که تست کنین، شما هم خودتون تست کنین و متغیر رو حتما مقدارده‌ای کنین داخل سیستم عاملتون. و بعد از اینکه نصب انجام شد قسمت پاورشل یا قسمت CMD داخل ویندوز یا قسمت ترمینال داخل سیستم عامل مک رو اجرا کنین و اینجا بنویسین java-version. اگه ورژن جاوایی که نصب کردین رو بهتون نشون داد یعنی JDK به درستی نصب شده.
دومین ابزاری که در سیستم عامل ویندوز و همچنین سیستم عامل مک بهش احتیاج داریم و باید نصب کنیم ابزار اندروید استودیو است. ابزار اندروید استودیو به این کار میاد که ما پروژه‌هایی که میسازیم، تو جلسه اول گفتیم یک پروژه نیتیو هست، یعنی خروجی اندرویدش یک خروجی نیتیوه. بعدن که ساختار پروژه رو ببینین تو فصل بعد میبینین که کلا تو ساختار پروژه یک پوشه داریم به اسم اندروید که یک ساختار پروژه اندروید استودیویه، یعنی یک ساختار پروژه که کاملا مخصوص اندروید استودیویه و برای ساخت برنامه‌های اندروید به واسطه زبان جاوا هست، داخل پروژه‌مون می‌سازه و کدهایی که ما می‌نویسیم رو از همون ساختار برای کامپایل کردنش استفاده می‌کنه. بخاطر همین ما باید اندروید استودیو رو نصب داشته باشیم که بتونیم اون برنامه اندرویدمون رو ران کنیم، اون برنامه اندرویدمون رو اجرا کنیم. خب برای اینکه اندروید استودیو رو دانلود کنین کافیه برین به سایت خود اندروید developer.android.com، اینجا قسمت اندروید استودیو و اینجا روی دانلود اندروید استودیو کلیک کنین. حدود 790 مگ دانلودشه که میتونین دانلود کنین. بعد از اینکه دانلود کردین حالا باید بریم سراغ نصب اندروید استودیو. خب روی فایلی که دانلود کردین دوباره کلیک میکنین که اندروید استودیو شروع کنه به نصب کردن. وقتی که اجرا میشه پیغام میده که میگه yes یا no، اینم بستگی به UAC سیستم داره. UAC سیستم یعنی امنیت سیستمتون رو پایین آورده باشین، پیغام رو دیگه نشون نمیده. خب محل نصب اندروید استودیو رو مشخص میکنین، روی next کلیک کنین و روی yes کلیک میکنین. اگه همچین پیغامی بهتون نشون داد روی yes کلیک میکنین. خب اون پیغامو به این خاطر نشون داد اگه نسخه قدیمی تری از اندروید استودیو روی سیستمتون نصب داشته باشین اون پیغام رو بهتون نشون میده. خب رو پنجره بعدی روی next کلیک میکنین، دوباره اینجا محل نصب اندروید رو کامل مشخص میکنین، اینجا روی next کلیک میکنین. خب و اینجا روی اینستال کلیک میکنین، بعدش صبر میکنین که اندروید استودیو براتون نصب بشه. متأسفانه با قدرت سیستمتون یک مقداری طول میکشه اندروید استودیو نصب بشه. بازم تاکید میکنم اینکه ما اندروید استودیو رو نصب کنیم دلیل نداره که ما از اندروید استودیو استفاده کنیم. ما تو این دوره از اندروید استودیو استفاده نمی‌کنیم. میتونیم داخل ریاکت نیتیو از اندروید استودیو هم استفاده کنیم. یه جایی هست ما می‌خوایم یه کدی رو بنویسیم، ما می‌خوایم از یک کتابخونه استفاده کنیم که این کتابخونه داخل جاوا وجود داره، داخل جاوا اسکریپت نیست. خب و ما می‌خوایم اینو به برنامه‌مون اضافه کنیم. می‌تونیم بیایم اندروید استودیو رو باز کنیم، اون قسمتی از پروژه ریاکت نیتیومون که ساختار اندروید استودیو هست رو با اندروید استودیو باز کنیم و به وسیله کدهای جاوا شروع کنیم به کدنویسی و کدنویسی که می‌خوایم روی برنامه اعمال کنیم، کتابخونه ای که میخوایم رو ازش استفاده کنیم. پس این رو هم دقت داشته باشین، ما میتونیم از کدهای جاوا هم داخل ریاکت نیتیو استفاده کنیم. حتی اگه خواستین از زبانهای دیگه مثل زبان سی و سی پلاس پلاس هم میتونید استفاده کنید. یه جایی هست یک کتابخونه در مورد یک کار خاص وجود داره ولی این کتابخونه مخصوص زبان سی پلاس پلاس است. خب میتونید از اون کتابخونه هم استفاده کنید داخل پروژه ریاکت نیتیویتون. ولی اینکه ما تو این دوره الان داریم اندروید استودیو رو نصب کنیم بیشتر برای اجرا و کامپایل برنامه است. چون گفتم ساختار برنامه اون یک ساختار اندروید استودیو و برای کامپایلش و اندروید استودیو احتیاج داریم. روی next کلیک می‌کنیم و اینجا روی finish کلیک می‌کنیم که اندروید استودیو رو برامون استارت کنه. بعدش که اندروید استودیو رو باز کرد با این پنجره مواجه میشین اولین باری که اندروید استودیو رو باز میکنین. دو تا گزینه داره. گزینه اول برای وقتی که اندروید استودیو رو قبلا روی سیستم عاملمون داشتیم و یک تنظیماتی رو اونجا اعمال کردیم، میتونیم تنظیمات رو به اینجا اعمال کنیم که این تنظیمات رو به خودش بگیره و از همون تنظیمات اندروید استودیو قبلیمون استفاده کنه. یا این حالت رو بزنیم که بگیم تنظیمات رو نمیخواد ایمپورت کنی، رو اوکی کلیک کنیم. یه مقداری طول میکشه اندروید استودیو بالا بیاد، متناسب با سرعت سیستم عاملتون میتونه از 20 ثانیه تا 3 4 دقیقه طول بکشه که این اندروید استودیو اجرا بشه. بعدش که میخواست اجرا بشه یک پنجره باز میشه که میاد دنبال استیکا ها میگرده. استیکا همون ابزاری که برای اندروید مورد نیاز هست. ما یه JDK داشتیم، ابزاری بود که برای جاوا مورد نیاز بود. استیکا ابزاری که برای اندروید مورد نیازه. اگه شنیده باشین مثلا یک جاوا، مثلا یک سیستم عامل اندروید مثلا نسخه 8 یک استیکای به خصوص داره. مثلا اندروید نسخه 8 میشه استیکای 27 اگه اشتباه نکنم یا 26. هر کدوم از اینها یه استیکای خاص دارن. ما باید مجموعه استیکاها نصب کنیم که بتونیم برنامه اندرویدمون ران کنیم، بتونیم شبیه ساز اندرویدمون رو بسازیم. خب اینجا شروع می‌کنه به پیدا کردن استیکاها. بعدش یه پنجره برامون باز میکنه. روی next کلیک میکنیم. خب اینجا دوتا حالت داره، یه حالت کاستوم داره که میتونیم روی این کلیک کنیم بعدش خودمون تعیین کنیم که کدوم استیکا رو برامون نصب کنیم، یا میتونیم رو حالت استاندارد بذاریم که خودش اون ابزارهایی که مورد نیاز هست رو برامون نصب کنه. که ما رو همون حالت استاندارد میذاریم، رو next کلیک میکنیم، وارد صفحه بعد میشیم. اینجا تم برنامه رو مشخص میکنیم، تم اندروید استودیو رو مشخص میکنیم که تممون میخواد حالت تاریک باشه یا روشن، این رو مشخص میکنیم و بعد وارد پنجره بعدی میشیم. داخل این پنجره ابزارهایی که باید
باید دانلود کنه رو مشخص کرده و حجم کلش هم گفته که حدود 1 گیگ میخواد دانلود کنه. روی فینیش که کلیک کنین شروع میکنه به دانلود کردن اون ابزارها. بخاطر همین گفتم به اینترنت حتما دسترسی باید داشته باشین در این پروژه، چون جای دیگه هم میبینیم که باز ما به اینترنت احتیاج داریم. خب بعد صبر میکنیم که این دانلود انجام بشه. آخرش که دانلود انجام شد روی این فینیش میتونیم کلیک کنیم و اینجا دیگه نصب تموم شد. نصب که تموم شد وارد این قسمت میشیم، وارد صفحه اصلی اندروید استودیو، صفحه‌ای که میتونیم باهاش یک پروژه جدید بسازیم یا اندروید استودیو رو کانفیگ کنیم و کارهای دیگه که میشه باهاش انجام داد. اینجا دیگه اندروید استودیو کامل نصب شده. حالا میریم اندروید استودیو رو باز میکنیم. خودم اندروید استودیو رو سیستم عامل رو نصب کردیم. کافی اینجا سرچ کنیم اندروید استودیو. خب و اینجا پین تو تاسک بار رو بزنیم که به اینجا اضافه بشه. اندروید استودیو رو که باز میکنیم میبینیم که اون پنجره آخری که نشون دادیم برامون باز میشه. میخوایم بریم سراغ یک سری کانفیگ ها و ساخت شبیه ساز اندرویدمون داخل اندروید استودیو. گفتم این پنجره متناسب با قدرت سیستم عامل میتونه زمان زیادی هم طول بکشه که اجرا بشه. اگه سیستم عامل ضعیف‌تر باشه میتونه حتی تا 4 یا 5 دقیقه باز شدن این طول بکشه. خب وقتی این رو باز کرد یه قسمت داریم، قسمت کانفیگ، قسمتی که کانفیگ های اندروید استودیو رو باید قرار بدیم. اینجا که وارشین یه استیک منیجر داره. روی این که کلیک کنین یه پنجره باز میشه. خب داخل اندروید استیک ها قرار داره و اینجا مینویسه looking for update. اینجا اگه صبر کنین و اینترنتتون وصل باشه اینجا یه لیستی از استیک های مورد نیاز رو بهمون نشون میده. که گفتم استیک ها اگه دقت کنیم مثلا نوشته اندروید 8.1. خب استیک هاش میشه چی؟ استیک های 27. پس برای اینکه ما برنامه‌مون رو روی یک شبیه ساز اندروید 8.1 اجرا کنیم به اون استیک های 27 نیاز داریم و بعد اون استیک های 27 رو نصب کنیم. خب وقتی که پیدا کرد یه لیست اینجا پایین میاره که میتونین هر کدوم میخواین تیک بزنین. من اومدم اندروید 8.1 7.1 اومدم از هر نسخه از اندروید یکی رو تیک زدم و اونها رو نصب کردم. دلیل اینکه این کار رو انجام دادم اینه که میخوام شبیه سازی که دارم، میخوام شبیه ساز اندروید های حالت مختلف رو داشته باشم که بتونم وقتی برنامه‌مو ران میکنم، برنامه‌مو اجرا میکنم رو اندروید های مختلف ببینم. حالا پایین ترین اندرویدی که در نظر گرفتم 5.1 بیش از 98% گوشی های اندرویدی که دارن تولید میشن دیگه اندرویدی که استفاده میکنن بالای 5.1. پس ما اگه یه برنامه بنویسیم رو اندروید 5.1 کاملا خوب اجرا بشه این برنامه میتونه گفت رو اکثر گوشی های هوش مند اندروید اجرا میشه. خب این سفر رو باز میشه میتونی اندروید های نسخه مختلف رو نصب کنی. گفتم این استیک هایی که اینجا نصب میکنیم برای کامپایل کردن پروژه و شبیه سازی مورد نیاز است رو سیستم های مختلف اندروید های مختلف. اونهایی که میخواین رو تیک میزنین توی قسمت استیکا تولز. قسمت اندیکا رو تیک میزنین. اندیکا برای وقتی به کار میره که میخواین داخل کد نویسی برنامهتون از زبان هایی مثل سی و سی پلاس پلاس هم استفاده کنین. اگه خواستین از این استفاده کنین اندیکا رو هم نصب میکنین. اگه نخواستین اندیکا رو نصب میکنه. من تیک اندیکارم زدم. خب بعد که اینجا تیکا رو زدین مثلا اینجا تو این قسمت استیک پلتفرم مثلا من میخوام اندروید 4.4 رو هم نصب کنم. روی این تیک که بزنم این کلید فعال میشه. روش که کلیک کنم شروع میکنه به دانلود کردن این، یعنی شروع میکنه حجم این هر چقدر باشه 200 مگ 300 مگ شروع میکنه دانلود میکنه. بعد از دانلود خودش هم نصب رو انجام میده. پس اینم از قسمت استیک منیجر که قسمت مهمیه و بعد این رو کاملا بدونیم. خب یه قسمت دیگه که اینجا مهمه آدرس استیک هامونه. این آدرس استیک ها رو باید به متغیرهای محلی داخل ویندوزمون اضافه کنیم. پس این رو حتما دقت کنین. باید وارد قسمت متغیرهای محلیمون بشیم. خب روی این قسمت هم میتونیم روی اینجا اضافهش کنیم، هم میتونیم به صورت یک متغیر اضافهش کنیم. مثلا اسمش رو بزنیم اندروید هوم. این آدرس رو هم باید ذخیره کنیم. این آدرس خیلی به سیستم عامل کمک میکنه که یک پروژه رو که میخواد ران کنه از کجا استفاده کنه. به خصوص برای ریاکت نیتیو حتما باید این آدرس ست شده باشه. پس این تنظیمات رو حتما انجام بدین. روی اوکی کلیک کنین. اینو میخواد میگه اینا رو برات نصب کنم، کنسل میزنم، تیک رو برمیدارم که چیزی نمیخوام نصب کنه چون سیستم عامل های مورد نیازم رو نصب کردم. بازم میگم الان اکثر سیستم عامل ها دیگه 6 و بالا هستن یا دیگه تعداد کمی هم هستن که اندروید 5 دارن استفاده میکنن و بیش از 98% گوشی ها دیگه از اندروید 5 و بالا استفاده میکنن. حالا ببین یک پروژه جدید بسازیم. ما با اندروید استودیو کار نمی‌کنیم. این رو میگم، این که الان داریم یک پروژه جدید می‌سازیم دلیل نداره یک پروژه اندروید استودیو بخوایم بسازیم و روی این محیط کار کنیم. فقط می‌خوایم وارد محیط اندروید استودیو بشیم و شبیه‌ساز اندرویدمون رو بسازیم. خب رو نکست کلیک می‌کنیم، رو نکست کلیک می‌کنیم. هیچ کاری به این تنظیمات نداریم چون ما کارمون اندروید استودیو نیست. آموزشمون آموزش برنامه‌نویسی اندروید با جاوا نیست. خب رو این که کلیک کردیم فینیش رو می‌زنیم.
و بعد از اینکه فینیش رو زدیم سب میکنیم که پروژمون ران شه. چون دفعه اول داریم انریل استودیو رو اینجوری ران میکنیم، یک مقداری قطعا زمان میبره و یه جاهایی یه چیزایی رو هم باید دانلود کنه. اینجا میبینیم که نوشت دانلود، یه چیزی میخواد این فایل گردر رو از یک آدرس مشخص شده براش دانلود کنه. این فایل برای کامپایل کردن پروژه اجرا میشه و این فایل هم داخل ریاکت نیتیو قطعا مورد نیازه. به خاطر همین من یک پروژه جدید ساختم، یک پروژه جدید همینجوری ساختم داخل انریل استودیو. ما اصلا با این پروژه هیچ کاری انجام نمیدیم، هیچ کد نویسی انجام نمیدیم، فقط میخوام این پروژه رو که داره نصب میکنه این فایل گردر رو برام نصب کنه. این یه نکته که باید بهش دقت کنیم. و نکته دیگه این که میخوام وقتی که پروژه ساخته شد برم شبیه ساز اندرویدم داخل اندروید استودیو بسازم. شبیه ساز و نحوه نصبش و نحوه ساخته شدنش رو کامل میگیم، ولی بازم میگم ما از این شبیه سازه زیاد استفاده نمیکنیم، ما از شبیه ساز جنی موشن استفاده میکنیم. به خاطر این معرفی میکنم که شاید یکی بخواد از همین شبیه سازه استفاده کنه، شاید نخواد یک ابزار دیگه نصب کنه، یک ابزار اضافی دیگه روی سیستم عاملش نصب کنه، بخواد از همین شبیه سازه استفاده کنه. خب اگر در این نصب با همچین پیغامی مواجه شدین، اجازه دسترسی رو بهش بدین. خب بعدش اندروید استودیو باز میشه، اینجا یه توضیحاتی داده که این تیک رو میزنیم که دیگه نشون نده وقتی اندروید استودیو رو باز میکنیم و کلوز رو میزنیم و سب میکنیم که پروژمون برامون ران شه. پروژه‌ای که ساختیم یه پروژه تستی. خب گفتم من کاری به این محیطه ندارم، میخوام برم سراغ AVD منیجرم. خب روی این آیکونی که اینجا هست کلیک کنین، این پنجره باز میشه. این پنجره جاییه که ما میتونیم باش یک سیستم عامل اندروید مجازی بسازیم. خب رو Create Virtual Device کلیک میکنیم، سعی میکنیم این پنجره باز میشه. حالا روی این پنجره که باز شد، ما میتونیم یک سیستم عامل مجازی، یک شبیه ساز مجازی اندروید بسازیم، یک گوشی اندروید مجازی برای سیستم عاملمون بسازیم. خب میایم تو قسمت اینجا قسمت فون رو حتما انتخاب کنیم و سیستم گوشی مورد نظرتون رو انتخاب میکنیم. حالت نکسوس 5 یا نکسوس 5X یه گوشی های کاملا استاندارد برنامه نویسی هستن که اینها رو به صورت پیشفرض هم اینا استفاده میکنه، که گفته اینها هم اینجا پلی استور هم دارن این دوتا حالته، بخاطر همین بیشتر از این دوتا استفاده میشه. روی یکیشون کلیک میکنیم، نکس رو میزنیم، بعد تو قسمت بعدی که داریم اینجا باید API اون گوشی رو مشخص کنیم، یعنی اون گوشی مجازی که میخوایم بسازیم میخوایم اندروید نسخه چند روش نصب باشه، میخوایم اندروید 8 باشه، 7 باشه، هر کدوم از اینها رو که خواستیم انتخاب میکنیم. خب و هر کدوم از اینها رو که خواستیم بعد روشون دانلود کنیم که مثلا ما میخوایم اندرویدمون نسخه چند باشه، مثلا میخوایم اندرویدمون نسخه مثلا 81 باشه. روی این دانلود کلیک میکنیم که شروع کنه به دانلود کردن این حالت. بعد که دانلود کرد این قسمت نکست فعال میشه که ما بتونیم اون قسمت روی نکست کلیک کنیم و اون شبیه سازمون رو بسازیم. دانلود این هم خودش یه مقداری زمانی، اینجا روش که کلیک کردم نوشته که کدوم API چنده، اندروید چنده و همه توضیحاتش رو نوشته. بعد دانلود بشه که بتونیم با استفاده از همین یه گوشی مجازی بسازیم. میتونیم اندروید های نسخه قدیمی تر رو هم دانلود کنیم. در این نصب با این پنجره مواجه شدین، اکسپت کنین و نکست رو فشار بدین که شروع کنه به دانلود اون ابزاری که مورد نیازش هست. دانلود این ابزار هم یه مقداری طول میکشه، حتما یادتون باشه اینترنتتون وصل باشه. خب حالا که دانلود تموم شد رو فینیش کلیک میکنیم. خب میبینیم که این اضافه شده، یعنی این رو حالت دانلود داریم، میتونیم انتخاب کنیم رو نکست کلیک کنیم، اینجا یک اسم انتخاب کنیم، حالت گوشی رو مشخص کنیم، میخوایم لندسکیپ باشه یا پورتریت. خب و چیزهای دیگه که میتونیم اینجا تنظیم کنیم و فینیش رو بزنیم. فینیش رو که میزنیم حالا داره دستگاه رو برامون میسازه، دستگاه شبیه ساز مجازی رو داره برامون میسازه. خب و این پنجره رو که باز میکنیم یه همچین حالتی برامون وجود میاد. حالا کافیه روی این کلیک کنیم که این شبیه ساز مجازی که برامون ساخته رو اجرا کنه، یعنی مثل یک گوشی موبایل که سیستم عامل اندروید روش هست رو داره برامون اجرا میکنه. یک مقداری طول میکشه اجرا بشه، به خصوص دفعه اولی که اجرا میشه یه مقداری زمان میبره. اگه خواستین یه دستگاه دیگه اضافه کنین کافیه این رو دوباره کلیک کنین و همین مراحل رو ادامه بدین. میتونین این رو ببندین، دوباره از همینجا AVD منیجر رو باز کنین و اینجا دوباره یک دستگاه دیگه هم میتونین دانلود کنین و نصب کنین. توصیه‌ام به شما اینه که اگه خواستین رو از شبیه ساز اندروید استودیو استفاده کنین، حتما حالت‌های مختلف یعنی اندرویدهای مختلف رو پیاده سازی کنین. اینجا مثلا رو اندروید این نکست رو کلیک میکنین، خب به این حالت های مختلف رو پیاده سازی کنین. API 27 یعنی اندروید 8.1، به این اندروید 7، اندروید 6 و اندروید 5 رو هم نصب کنین که برنامه ای که میسازین رو روی همه اندروید ها تست کنین حتما. خب میبینیم که شبیه سازمون کامل داره برامون بالا میاد، یعنی یک سیستم عامل اندروید برامون اجرا میشه که این سیستم عامل اندروید
به صورت یه گوشی کاملا هوشمند، یعنی هر کاری که ما یه گوشی میتونیم انجام بدیم اینجا هم میتونیم انجام بدیم. میتونیم اونجا وارد برنامه ها بشیم، یه برنامه رو داخلش نصب کنیم، برنامه رو ببینیم و خیلی کارهای دیگر رو میتونیم داخلش انجام بدیم. یعنی مثل یه گوشی واقعی عمل میکنه. برنامه‌ای که میسازیم رو روی همین ما تست میکنیم، اجرا میکنیم و میبینیم که خروجی که میگیره چه جوریه. برنامه رو میشه رو گوشی واقعی هم تست کرد، ولی این شبیه سازی باید میشه سرعتمون بالاتر بره. برای شبیه سازی برنامه ما برنامه رو روی این شبیه ساز اندروید استودیو هم تست میکنیم که کسایی که خواستن از این استفاده کنن بتونن راحت ازش استفاده کنن. ولی شبیه ساز اصلی که استفاده میکنیم شبیه ساز جنی موشنه که سرعت و عملکرد بهتری نسبت به این شبیه ساز اندروید استودیو داره. خب پس نصب اندروید استودیو، ست کردن استیک ها و ساخت امولیتور یا ساخت شبیه ساز اندروید هم اینجا تموم میشه. تو قسمت بعد میریم سراغ ابزار بعدی که مورد نیازمون هست. ابزار دیگه که میخوایم معرفی کنیم ابزار جنی موشن برای ساخت یک شبیه ساز اندروید. یک شبیه ساز اندروید که نسبت به شبیه ساز خود اندروید استودیو قابلیت های بیشتری داره و بیشتر به سیستم واقعی گوشی نزدیک تره. این شبیه ساز اسمش از جنی موشن، یک شبیه ساز که برای استفاده شخصی به صورت رایگان هم ارائه میشه. خب برای دانلودش میتونیم به سایتش مراجعه کنیم، jennymotion.com. خب و به پایین سایت مراجعه کنین و تو این قسمت میتونین دریافتش کنین. جنی موشن مربوط به دسکتاپ، یعنی جنی موشن مربوط به سیستم عامل ویندوز رو تو این قسمت میتونین دریافت کنین. خب بعد از اینکه جنی موشن رو دریافت کردین، یک همچین فایل اگزی رو در اختیارتون قرار میده. اینا رو میگم که اینو میتونین تو سایت ایرانی هم دانلود کنین، یعنی همه این ابزارهایی که هستن رو میتونین داخل گوگل سرچ کنین و تو سایت ایرانی هم اینها رو دانلود کنین. خب بعد از اینکه اینو دانلود کردین روش کلیک میکنین که وارد مراحل نصب بشیم. خب اینو میدادم پایین. اینجا زبان سیستم رو مشخص میکنیم، روی نکست کلیک میکنیم، خب روی اینستال کلیک میکنیم و شروع میکنه به نصب جنی موشن. خب وقتی که میخواد نصب جنی موشن انجام بده، اگه جنی موشنتون قبلا نصب هست اون رو اینستال کردن رو انجام میده، در غیر این صورت مستقیم میره سراغ نصب جنی موشن. در حین نصب جنی موشن ویچوال باکس رو هم براتون نصب میکنه، احتمالاً پیغام نشون بده و بگه ویچوال باکس رو هم باید نصب کنی. دلیل اینکه ویچوال باکس رو میگه نصب کنی اینه که اینجا نشون میده، میگه ویچوال باکس قبلا نصب شده، میخوای نصبش کنم؟ میگم yes. خب ویچوال یک نرم افزاره که برای ساخت سیستم عامل های مجازی و روی سیستم عامل ویندوز به کار میره. خب ما الان میخوایم سیستم عامل اندروید رو به صورت مجازی روی سیستم عامل ویندوز نصب کنیم دیگه، درسته؟ پس احتیاج داریم به ویژوال باکس، بخاطر همین این همراه جنی موشن وجود داره. خب اینجا وقتی این نصب میکنی اینجا این دکمه اسمشون اینستاله. خب اینجا وقتی این نصب بشه دیگه جنی موشن هم میتونه واسطه همین کاملا اجرا بشه. خب دقت داشته باشین که وقتی که دارین دانلود میکنین ما یک نسخه تک جنی موشن داریم، یک نسخه کامل داریم که این نسخه کامل ویچوال باکس رو هم شامل میشه. حتما نسخه با ویچوال باکس رو دانلود کنین. اگه ویچوال باکس رو از قبل روی سیستمتون نصب دارین که جنی موشن نسخه تنهاییش رو، یعنی نسخه تکش رو نصب کنین. خب اینجا این روشن نصب میشه، ویژوال باکس نصب میشه. اگه این پیغام نشون داد که برای ریستارت کردن میتونین ریستارت کنین یا نه ریستارت رو انجام ندین. خب اینجا روی فینیش کلیک میکنین که جنی موشن اجرا بشه. بازم میگم جنی موشن یک شبیه ساز مجازی سیستم عامل اندرویده. از این شبیه ساز مجازی برای اجرای برنامه میتونیم ازش استفاده کنیم، کلا میتونیم برنامه روش نصب کنیم، هر کاری میشه باهاش انجام داد. اینجا که بالا اجرا اومد روی کلوز کلیک میکنیم. خب بعد چند تا تنظیمات روی جنی موشنمون اعمال کنیم، چند تا تنظیمات که مورد نیاز هست. اولین تنظیماتی که باید انجام بدیم، ببین وارد ستینگ بشیم قسمت ADB. اگه قسمت ADB روی این قسمت هست اینو تغییر بدیم به این قسمت دوم و آدرس جایی که استیک ها رو نصب کردیم، استیک ها رو ما تو جلسه اندروید استودیو نصب کردیم، آدرس اونجا رو به اینجا قرار میدیم. خب حتما این نکته رو دقت کنیم که این کار رو انجام بدیم که وقتی خواستیم یک شبیه ساز بسازیم از همون استیک های اندروید استفاده کنید. در صورتی که این کار رو انجام ندین، وقتی که بخواید یک شبیه ساز روی جنی موشنتون نصب کنید، دوباره میاد استیک ها رو نصب میکنه و از استیک های خودش میخواد استفاده کنه. خب پس این نکته رو حتما دقت کنید. اگه این روی این گزینه اول بود، شما به این رو گزینه دوم و آدرس استیک هاتون رو قرار بدین. خب بعدش تو قسمت اکانت، وقتی که حالت اولیه هستین، حالت اولی که اجرا میکنین، تو این قسمت یک پنجره اینجا نشون داده شده و بعد قسمت ساین این رو بزنین. من اگه اینجا رو ببندم، اینجا جنی موشن رو دوباره اجرا کنم، میبینین که دقیقاً چجوریه. خب جنی موشن رو که اجرا کنیم برای بار اول، چون من جنی موشن از قبل نصب داشتم و اینجا نسخه جدیدتر رو نصب کردم، بخاطر همین
از قبل مسعودم. خب وارد یک همچین قسمتی میشین، یک پنجره باز میشه که میگه استفاده چجوریه، میخوای به صورت شخصی استفاده کنی یا نه میخوای لایسنس بخری. خب ما وقتی داریم به صورت شخصی استفاده میکنیم، مال یک شرکت خاص نیستیم، میتونیم این استفاده شخصی رو بزنیم که دیگه بتونیم به صورت رایگان از جنی موشن استفاده کنیم. ولی اگر توی یک شرکت داره از این استفاده میشه، باید حتما لایسنسش خریداری بشه که بعدش برنامه‌ای که ازش خروجی گرفتیم یا کارهای دیگه‌ای که باهاش انجام دادیم مشکلی براش وجود نیاد. رو اینجا حالت استفاده شخصی قرار میدیم، یعنی ما میخوایم به صورت شخصی استفاده کنیم، تیک این گزینه رو میزنیم، روی اکسپت کلیک میکنیم. خب اینجا دیگه قسمت استفاده شخصی فعال شد، فقط اینجا گفت که هیچ یوزری هنوز وصل نشده. ما اینجا تو قسمت ستینگ، تو قسمت اکانت باید ساین این کنیم. حالا چه جوری ساین این کنیم، چه جوری اکانت بسازیم؟ خب کافیه به خود همین سایت جنی موشن مراجعه کنید، تو این قسمت ساین این وارد بشین و اینجا روی create an account کلیک کنین که بتونین یک اکانت جدید بسازین. تو این صفحه اینجا یوزرنیم رو مشخص میکنین، تو قسمت بعدی ایمیل رو وارد میکنین، پسورد رو وارد میکنین. تو این قسمت حتما دقت کنین چیزایی که هستن رو اینجا کامل درست انجام بدین. خب این قسمت حالت گیمینگ رو مشخص میکنین و اینجا کشور رو مشخص میکنین. بعضی وقتا که وارد این صفحه میشین، الان قسمت ثبت نامش نسبت به چند روز قبل تغییر پیدا کرده. یه قسمت دیگه هم وجود داره، تو اون قسمت دیولپمنت رو انتخاب کنید. اینجا رو هر کدوم از این دوتا حالت که بذارین هیچ فرقی نمیکنه. و اینجا میبینین که وقتی رو حالت دیولپمنت هست، باید کمپانی تایپ و اینها رو مشخص کنید. پس اینجا بهتره رو همون حالت گیمینگ قرار بدین. خب اینجا تیک این گزینه رو میزنین اگه میخواین که براتون ایمیل بشه، براتون ایمیل ارسال کنه. خب تیک این گزینه رو میزنین که براتون آخرین آپدیت ها رو هم براتون ارسال کنه. خب و بعدش روی کریت اند اکانت کلیک میکنین که اکانتتون ساخته بشه. بعد که روی اون کلیک کردین، یک لینک فعالسازی برای ایمیلتون ارسال میشه. کافیه روی لینکی که براتون ارسال شده کلیک کنین که اکانتتون کامل فعال بشه. بعد از اینکه اکانت فعال شد، داخل جنی موشن باز میرم تو این قسمت ستینگ، تو این قسمت اکانت وارد قسمت ساین این میشین و اینجا اطلاعاتتون رو وارد میکنین. خب روی ساین این کلیک میکنین، حتما دقت کنین که اینترنتتون وصل باشه که ساین این کردن به درستی انجام بشه. میبینین که نوشت ساین این از نام کاربری که داریم، پس اینجا ساین این کردن هم به درستی انجام شد. خب حالا برای اینکه یک شبیه ساز مجازی بسازیم، شما وقتی به این سفر رو اجرا میکنین، ستا براتون نشون داده نمیشه چون اون شبیه سازی رو نساختین. برای اینکه یک شبیه ساز بسازین، کافیه روی اد کلیک کنین. خب اینجا لیست دستگاههایی که داره رو نشون میده. حتما دقت کنین دستگاهی رو مشخص کنین که ای پی آیش همون ای پی آی باشه که تو قسمت اندروید استودیو دانلودش کردین و ای پی آیش موجود باشه. چون اگه ای پی آی موجود نباشه، شروع میکنه به دانلود کردن. اگه ای پی آی موجود بود که روی نکست که کلیک کنین، اینجا مثلا اینجا ای پی آی موجود نیست فکر کنم. روی نکست که کلیک کنم، بعدش روی نکست کلیک کنم، میخواد شروع کنه به دانلود. اینجا حجمش هم گفته 249 مگابایت، بعد شروع کنه به دانلود و اینجا یک مقداری طول میکشه که این دانلود بشه. بعد از اینکه دانلود شد، اون گزینه به اینجا اضافه میشه، یعنی اون شبیه سازی که داریم به این صفحه اضافه میشه. اگر از یکی از استیک هایی که داخل اندروید استودیو نصب کردیم استفاده کنیم، یعنی یک سی سامری رو انتخاب کنیم که استیک هایش از قبل موجود هست. مثلا ما شاید داخل اندروید استودیو استیک های مثلا 8 رو نصب کردیم، اگر از این بخوایم استفاده کنیم، روی نکست کلیک کنیم و اینجا روی نکست کلیک کنیم، دیگه احتیاجی به دانلود پیدا نمیکنه. سریع شبیه ساز رو میسازه. اگه دقت کنید دیگه حرفی از دانلود زده نشد، چون استیک هایش از قبل دانلود شده. به خاطر همین میگم حتما دقت داشته باشین کدوم استیک ها رو نصب کنین و حتما تو قسمت ستینگ، تو این قسمت AEDB، اینجا استیکا رو تنظیم کنین که از همون استیکا های اندروید استودیو استفاده کنه. خب بعد از اینکه شبیه ساز رو ساختیم، کافیه روش کلیک کنیم و روی دکمه استارت کلیک کنیم که شبیه سازمون برامون اجرا بشه. دفعه اولی که شبیه ساز رو اجرا میکنیم، یک مقداری طول میکشه، ولی بعدش دیگه شبیه ساز به درستی و سریع اجرا میشه. اینجا اون شبیه سازم یک مشکلی داشت. خب میبینیم که شبیه ساز مجازی کاملا برامون اجرا شد، یک شبیه ساز که کاملا مثل یک گوشی اندروید و قابلیت های یک گوشی اندروید رو کامل داره. خب نکته ای دقت کنیم، وقتی که ما روی اد کلیک میکنیم، خب اینجا روی ساین این کلیک کنیم که ساین کردن انجام بشه که بتونیم این دستگاه رو ببینیم. ما یک حالت کاستوم داریم که یک حالت دلخواه، فقط ما سی ساملش رو مشخص میکنیم و قابلیت هایی که یک گوشی اندروید معمولی داره رو اینجا داخلش نشون میده. خب ما سی سامل های واقعی هم داریم، یعنی میتونیم یک گوشی واقعی رو شبیه سازی کنیم که اینجا نسخه های مختلف رو وجود داره، درسته؟ مثلا میتونیم یک نکسوس 10 رو کاملا شبیه سازی کنیم با سی سامل اندروید 14.2.2.
شکل اون گوشی، شکل گوشی که برام میسازه کاملا شبیه همون گوشیه. ما از این حالت کاستوم به این دلیل استفاده میکنیم که فقط سیستم عامل اندروید رو نصب کنه و حالتهای معمولی یک سیستم عامل اندروید رو داره. شاید یک سری گوشی های پیشرفته یک سری امکانات بیشتری داشته باشن، ولی ما برنامه‌مون باید مخصوص همه گوشی‌ها باشه. به خاطر همین از همون حالت کاستوم استفاده میکنیم. پس نصب جنی موشن و تنظیماتش و ساخت شبیه سازش هم به این آسونی قابل انجامه. ابزار دیگه که مورد نیاز ما هست ابزار نود جی اس. ابزار نود جی اس به دو دلیل مورد نیاز ما هست. یکی اینکه ما وقتی یک برنامه رو ران میکنیم باید بتونیم یک سرور نود جی اس رو اندازی کنیم که برنامه‌ای که داریم میسازیم رو اون شبیه سازمون به اون سرور وصل شه و برنامه رو بگیره و نصب کنه. این یکی از دلایل استفاده از نود جی اس. دلیل دیگه ای که داریم استفاده از NPM، یعنی همون نود پکیج منیجری که داخل نود جی اس وجود داره. ما خیلی وقتا از یک کتابخونه‌ای میخوایم استفاده کنیم داخل پروژه‌مون و این کتابخونه رو می‌خوایم به وسیله یک پکیج منیجر نصب کنیم. پکیج منیجر کاری که انجام میده، ما یک دستور رو داخل پاورشل تایپ می‌کنیم، دستور رو اجرا می‌کنیم و خودش میره اون کتابخونه رو برامون نصب می‌کنه. کتابخونه رو داخل پروژه قرار میده، کاملاً با تمام جزئیاتش اون رو برامون قرار میده و همین کارمون رو خیلی راحت‌تر می‌کنه. و مثلا ما می‌خوایم یک پروژه ریاکت نیتیو بسازیم. خب برای اینکه یک پروژه ریاکت نیتیو بسازیم، یک راهش اینه که بیایم تک تک فایل‌ها و پروژه‌ها رو خودمون دستی بسازیم و یک پروژه ریاکت نیتیو بسازیم. یه راه دیگه نه، استفاده از همون NPM، یعنی بیایم با وسیله NPM کتابخونه که مربوط به ریاکت نیتیو هست رو دانلود کنیم و بعدش به وسیله یک خط کد یک پروژه ریاکت نیتیو بسازیم. پس کاربرد نود جی اس به این دلیله. خب کافیه بریم وارد سایت نود جی اس بشیم و اینجا نسخه ریکامندد رو دانلود کنیم، نسخه که روش خیلی کار شده و همون نسخه استیبل مربوط نود جی اس میشه. این نسخه رو که دانلود کنین نصبش خیلی راحته، کافیه روش کلیک کنین و شروع میکنه به نصب Node.js. یه فایل کم حجمه در حد 15 مگابایت، سریع میتونید دانلودش کنید و نصبش کنید و یکی از ابزارهای بسیار مهم و مورد نیاز ما هست. ما بدون این ابزار اصلا نمیتونیم پروژه های ریاکت نیتیو بسازیم. خب بعدش که این اجرا شد باید صبر کنیم که این حالت کامل انجام بشه، یعنی تنظیماتی که میخواد رو کاملا اجرا کنه و اینجا روی نکست کلیک میکنیم، روی اکسپت کلیک میکنیم، نکست و اینجا نکست و اینجا نکست و اینجا روی اینستال کلیک میکنیم که نصب کامل انجام بشه. نصبش هم خیلی زیاد طول نمیکشه، کمتر از یک دقیقه نصبش طول میکشه. خب و اینجا میبینیم که در عرض کمتر از یک دقیقه نصب انجام میشه، روی فینیش کلیک میکنیم و حالا دیگه نصب نوجیسمون کامل تموم شده. حالا برای اینکه بفهمیم نوجیس آیا روی سیستم عاملمون نصب شده یا نه، کافیه پاورشل رو باز کنیم و تایپ کنیم دستور node-v. خب node-v رو که تایپ کردیم اینجا ورژن رو بهمون داد، پس node.js به درستی روی سیستم عاملمون نصب شده. این قسمت نود تو این فایل مربوط به همون جایی که گفتم یک سرور برامون میسازه، پروژه‌ای که میسازیم رو روی اون سرور قرار میده، یک سرور مجازی داخل همین سیستم عامل میذاره و شبیه سازمون میاد از همون استفاده میکنه. این نوده برای کامپایل کردن پروژه هم استفاده میشه. خب و گفتم یک ابزار دیگه همراه همین نصب میشه به اسم npm. اینجا اگه npm - v رو هم بنویسیم ورژن npm رو هم بهمون نشون میده. npm برای دانلود کردن پکیج ها استفاده میشه، کتابخونه ای که ما میخوایم استفاده کنیم و اصلا پروژه ای که ما میخوایم بسازیم تماما npm استفاده میکنه. پس این دوتا رو هم حتما تایپ میکنید و میبینید که آیا به درستی روی سیستم عاملتون نصب شده یا نه. اگه هر کدوم از اینها ورژن رو نشون نمیداد یعنی نصب به درستی انجام نشده. پس حتما توصیه میکنم برید دوباره دانلود کنیم و نصب رو انجام بدیم. آخرین ابزاری که مورد نیاز ما هست ابزار ویژوال استودیو کد یا همون محیط کد نویسی ما هست. ما از ابزارهای مختلفی میتونیم استفاده کنیم، از ویژوال استودیو کد میتونیم استفاده کنیم، از سابلایم، از اتم و همه ابزارهایی که ابزارهای کد نویسی متنی هستن میتونیم برای پروژه ریاکت نیتیو استفاده کنیم. ابزار ویژوال استودیو کد برتری که نسبت به بقیه ابزارها داره وجود یک سری اسنیپت های معروف و پرکاربرد که کد نویسی رو برامون سریعتر میکنه و ساختارش منطبق با همون ساختار ریاکت نیتیو نوشته شده، کدها رو برامون پیشنهاد میده و خیلی سریعتر میتونیم باهاش کار کنیم. به خاطر همین من ویژوال استودیو کد رو انتخاب کردم. توصیه هم به شما اینه که حتما از ویژوال استودیو کد استفاده کنید. بازم میگم از همه ابزارهای دیگه هم میشه استفاده کرد. خب برای اینکه ویژوال استودیو کد رو دانلود کنین کافیه برین به سایتش و روی دانلود کلیک کنین. اینجا نسخه مربوط به سیستم عامل خودتون، اگر روی ویندوز هستین نسخه ویندوز، اگر روی مک هستین نسخه مک، روش کلیک میکنین که دانلود بشه. حجمش زیاد نیست، چیز در حدود 45 تا 50 مگابایت. خب بعد از اینکه دانلود شد
پوشه دانلودش رو حفاظ کنیم، یک فایل اگزه بهمون داده که کافیه دو بار روش کلیک کنیم برای نصب کردنش. خب روی نکس کلیک میکنیم و اکسپت و روی نکس کلیک میکنیم، اینجا محل نصب رو مشخص میکنیم نکس، و اینجا اگه میخوایم روی دسکتاپ اون آیکون بسازه اون رو تیک میزنیم و نکس و اینستال رو میزنیم که شروع کنه به نصب کردن. ابزار سبک و بی‌نهایت پرکاربردی ویژوال استودیو. خود برای زبان‌های دیگه هم خیلی میتونه ازش استفاده کنیم، یعنی هر زبانی که برنامه‌نویسی دارین انجام میدین ویژوال استودیو خود هم شورت کد‌های خوبی داره، یعنی برنامه‌نویسی و سریع‌تر، هم اسنیپت‌های خوب، یعنی همون ابزارهایی که ما کد‌ها رو بهمون پیشنهاد میده، کد‌ها رو کامل می‌کنه. این ابزارها ابزارهای خیلی زیادی براش نوشته شده و کارو راحت می‌کنه. خب روی فینیش کلیک می‌کنم که ویژوال استودیو کد اجرا بشه. وقتی که ویژوال استودیو کد اجرا بشه با یک همچین پنجره‌ای مواجه میشیم، خب که اینجا نشون میده که میتونیم یک نیو فایل بسازیم، یک فولدر باز کنیم، یعنی یک پروژه ساختیم، کل پروژه رو اینجا باز کنیم و محیطش هم یک همچین محیطیه، محیط مشکی. اگه خواستین رنگ محیط رو عوض کنین کافیه تو قسمت تنظیمات تو حالت کالر تم روش کلیک کنین و اینجا رنگی که میخواین رو انتخاب کنین. مثلا اینجا یک رنگ روشن رو انتخاب کنم. تم های زیادی هم داره که میتونین دانلود کنین. اینجا میتونین روی این قسمت ستینگ برین و تنظیمات رو اعمال کنین. تنظیمات زیادی داره، میتونین تنظیمات رو هر کدوم خواستین تغییر بدین. مثلا میخواین فونت سایز برنامه‌تون رو تغییر بدین، کافیه ببینین تو این قسمت فونت سایز روی این کلیک کنین و این خودش به اینجا اضافه میشه اگه اینجا وجود نداره، و اینجا میتونین تغییرش بدین. اینجا فرض کنین این اصلا وجود نداره، اینو پاک کنیم. بعد بیایم اینجا روی این کلیک کنیم، اینجا اینو ببندیم، بیایم تو این قسمت ستینگ. خب تو این قسمت فونت سایز رو این کلیک کنیم، کپی تو ستینگ، می‌بینیم که به اینجا اضافه شد و میتونیم اینجا مثلا اینو رو 16 قرار بدیم، بزرگترش کنیم. و یک نکته دیگه هم که اینجا وجود داره حالت اوتو سیو، که حالت پیشوازش رو حالت آفه، ولی میتونید تغییر بدین رو حالت آن بذارین. این اتفاق هم برای اینه که وقتی یک پروژه می‌سازیم پروژه خودش احتیاجی به سیو کردن نداشته باشه، احتیاجی به کنترل اس برای ذخیره کردن نداشته باشه. شما وقتی این نیو فایل می‌سازین یه تغییرات که اعمال می‌کنین اینجا دقت کنین، اینجا اون حالت زبدر به یک حالت دایره تغییر پیدا کرده، یعنی فایلتون هنوز سیو نشده، درسته؟ اگر این فایل از قبل هم وجود داشته باشه، ما اگه این حالت اوتو سیو رو حالت آن بذاریم دیگه احتیاج نیست مرحله به مرحله هر خط کد رو که می‌نویسیم خودمون کنترل اس رو بزنیم و ذخیره کنیم. خب وقتی که می‌خوایم برنامه‌نویسیتون سریع‌تر بشه اون اوتو سیو رو فعال کنیم، ولی توصیه می‌کنم که اول کار این کار رو انجام ندین که تغییراتی که میدین رو خودتون ذخیره کنین. شاید یه جایی تغییرات رو بدین و اصلا نخواین ذخیره کنین، یعنی می‌خواین همون حالت اولیه برگردونین. اونجا دیگه کافیه فایل رو ببندیم و دونت سیو رو بزنین که فایل رو براتون ذخیره نکنه. خب اینم یکی دیگه از تنظیماتی که میشه روش اعمال کرد. ساختارش هم یک همچین حالتی، اگه روی این کلیک کنیم ساختار فایل هایی که اینجا باز هستن و ساختار فولدری که هست باز کردیم رو نشون میده، و تو اینجا هم افزونه ها رو میتونیم نصب کنیم که ما جلوتر چند تا افزونه که مربوط به ریاکت نیتیو هست رو که برنامه نویسیمون سریع‌تر میکنه رو با هم نصب خواهیم کرد. خب ابزارهای مورد نیاز برای سیستم عامل ویندوز کامل شده. بازم دقت کنین این ابزارها برای سیستم عامل مک هم باید نصب بشن. ما تو فصل بعدی ابزارهایی که مخصوص خود سیستم عامل مک باید نصب بشن برای شبیه سازی برنامه روی سیستم عامل آیفون رو هم آموزش خواهیم داد. موفق باشید.